ایران برای عربستان به خاطر حمله سیستان و بلوچستان خط و نشان می‌کشد. همزمان نخست وزیر پاکستان برای ولیعهد عربستان فرش قرمزی مجلل پهن کرده. چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. عربستان اعلام کرده 20 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری می کند. اگر می خواهید بدانید که این مبلغ یعنی چه، درآمد نفتی کل ایران در بهار امسال قبل از شروع دوباره تحریم ها که بهترین فصل برای فروش نفت ایران بود به این مبلغ رسید. محمد بن سلمان که برای ورودش به پاکستان کلی هزینه شده و شرایط امنیتی ویژه در نظر گرفته شده، در بدو ورود با عمران خان در یک خودرو نشست، در حالی که نخست وزیر پاکستان رانندگی می‌کرد، شهروند افتخاری پاکستان شد و می‌گوید روابط دو کشور قرار است روز به روز بهتر شود. همه نمایشی برای کشورهای همسایه مثل هند، افغانستان و از همه مهمتر ایران. ایران که این روزها عصبانی از حمله انتحاری در سیستان و بلوچستان برای عاملان و آمران حمله نقشه می‌کشد و به عربستان، امارات و پاکستان می‌تازد. همین امروز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت عربستان پدرخوانده تروریسم در سراسر جهان است. نزدیک شدن پاکستان به عربستان چه مفهومی برای منطقه به خصوص برای ایران دارد؟ سه میهمان برای این بحث داریم. فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک از واشنگتن همراه ماست. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار از استکهلم. و اینجا در استودیو عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. خانم امان، شما این سفر رو چطور میبینید؟ همیشه روابط عربستان و پاکستان روابط خوبی بوده، اما این حجم از نمایش دوستی فکر میکنید برای چیه؟ خیلی دلیل واضحش این هست که پاکستان الان به لحاظ اقتصادی در یک بحران، به اصطلاح یک آشفته بازاری است و هیچ راه برون رفتی هم بجز این که الان از عربستان سعودی و کشورهای عربی منطقه پول به اصطلاح بپذیره برای بهبود اوضاع اقتصادیش نداره. حالا اتفاقا روزنامه‌های پاکستان، یعنی رسانه‌های پاکستانی ذره مسخره کرده بودن اینکه عمران خان رانندگی ماشین رو به عهده گرفته، ماشین هم به اصطلاح حامل اینها، که مثلا آقای خان یک شغل دیگه هم پیدا کرده، رانندگی. ولی خب حالا سنگ تمام سعی کرده بذاره یه مقداری به اصطلاح با خدشه‌ای که وضعیت آقای بن سلمان در جهان پیدا کرد بعد از جریان خاشقچی، و دو بار در این فاصله عمران خان به عربستان سعودی رفته، و این به از جهت‌های یه ذره ترمیم این تصویر آسیب دیده بن سلمان بود در پاکستان. اما حالا بحث لابد خواهد شد، صحبت خواهیم کرد، ولی تعجب نکنید اگر بن سلمان در هند هم با یک استقبال بی‌نظیری قرار بگیره. من نکتم فقط این هست که روی استقبال این چنینی، پذیرفتن یک رهبر یک کشور دیگر، نمیشه روابط دو کشور رو تعریف کرد و نمیشه یک طرف رو وابسته به طرف دیگر دونست. خانم روستایی، خانم امان اشاره کردن به مشکلات اقتصادی پاکستان و اینکه به هر حال این 20 میلیارد دلاری که صحبتش هست میتونه واقعا گره زیادی از مشکلات پاکستان باز بکنه، اما عربستان چه میخواد از پاکستان؟ من اتفاقا یک کامنت کوچیک بدم. اون 20 میلیارد دلاری که پاکستان 200 میلیون نفری فقیر قرار از عربستان سعودی میلیاردر و ثروتمند دریافت کنه، که فقط 700 میلیارد ذخیره معطل داره، 700 میلیارد دلار، این 20 میلیارد دلار نه تنها در پاکستان کاری نخواهد کرد، بلکه در میشه گفت که شاید بشه گفت که این مبلغ بسیار ناچیز است، چون احتیاجات پاکستان بسیار بیشتره. اما در مورد عربستان در حال حاضر یک کمی خوشحاله و یک کمی سرمسته از دو اجلاس مونیخ و اجلاس ورشو که در واقع روی موضوع ایران فوکوس داشت، و همین آقای بن سلمان که
مشهور هست به سیاست ضد ایرانی و ضد شیعی تونست ظاهرا یک موفقیتی به دست بیاره برای اینکه بتواند توسعه بده روابط خودش رو در هر حال، ولی عهدی که به زودی پادشاه خواهد شد احتیاج داره روابط منطقیش گسترش پیدا کنه. اما تنها کشوری که میتواند انتخاب کند و در واقع ازش استقبال میکنه تقریبا فقیرترین، یکی از فقیرترین کشورهای شرق آسیاست که نه خوشنام و نه سابقه خوبی داره و نه نقش مهمی در معادلات بین المللی داره. در واقع پاکستان احتیاج به کمک داره و عربستان سعودی به عنوان اولین سفر اخیر آقای بن سلمان پاکستان رو انتخاب کرده که کشور مهمی محسوب نمیشه، کشور خوشنامی نیست و در واقع میشه گفت که این رو یک معادله مهم در منطقه نباید حساب کرد، چون هم عربستان یک جورهایی بازنده است و هم پاکستان بازنده است. در واقع فعلا میشه به صورت نسبی بازی دیپلماسی دو کشور بازنده به حساب آورد این سفر رو. آیا داشو که نظر شما چیه؟ خانم روستایی میگن که الان پاکستان نقش مهمی در منطقه نداره، اینطوره؟ واقعیت اینه که اگه شما امروز نگاه کنید پاکستان و هندوستان به نزدیکی جنگ رسیدن. این تبلیغات بسیار وسیعی که در رسانه‌های هند بر علیه پاکستان وجود داره که ما باید حتما به پاکستان یک درسی رو بدیم، و امروز صبح هم روز سه‌شنبه عمران خان در یک پیام ویژه ویدیویی به ملت پاکستان در حقیقت به هندوستان گفت که اگر شما بخواید حمله کنید ما هم سریعا حمله می‌کنیم، در نتیجه به خاطر اینکه این دو قدرت‌های اتمی هستن این میتونه مسئله مهمی باشه. از طرف غرب پاکستان هم خب ایران این مشکلات اساسی رو به پاکستان داره. در روز چهارشنبه گذشته 27 پاسدار ایرانی توسط یه بمب کشته میشن. جالب هست، اینو حتما شنیدید که میگن که همین امروز یعنی چند ساعت پیش خبر رسید که محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفته که کسانی که بازداشت کردن درباره این حمله همه پاکستانی هستند، یعنی عواملی که در ایران دست به حمله انتحاری زدن پاکستانی بودند. متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی گزارشات و اظهارات ضد و نقیضی میکنن که قابل راستازمایی نیست، به این صورت که دیروز وقتی این حرف رو گفتن که ما به خونه های تیمی حمله کردیم، خب جیش العدل بیانیه داد گفت هیچ کدوم از اعضای ما دستگیر نشدن. حالا مشخص نیست هر از بین این دو گروه کدوم طرف راست میگه، ولی نکته مهمی دیگر اینه در طی 15 سال اخیر که من مسائل بلوچستان رو دارم دنبال میکنیم، من تا به حال ندیدم که در بین حداقل 1000 نفر از اعضای جند الله در گذشته یا جیش العدل در شرایط فعلی یا گروه های دیگه مثل جیش النصر نمیدونم بقیه گروه ها، هرگز در بین این گروه ها یک نفر پاکستانی نه دستگیر شده نه زندانی شده نه اعدامی شده. همه اینها بلوچای ایرانی بودن، حتی بلوچای پاکستان، به احتمال خیلی زیاد بلوچای پاکستان که معمولا سکولار هستن هرگز به جیش العدل نمی پیوندن. ولی واقعیت اینه که چرا جمهوری اسلامی ادعا میکنه که اون عامل انتحاری هم پاکستانی بوده؟ و نکته مهمی دیگه از نظر من اینه که میگه اون دو نفر که اینها رو حمایت میکنن که دستگیر کردن، حالا نگفته اون خانم هم ایرانی بوده یا پاکستانی، گفته دو نفر دیگه اونا هم پاکستانی. یه مقداری مشکله که حالا فرض کنیم اینها میتونن یه نفر انتحاری اجاره‌ای رو از پاکستان بیارن، خب قبول، ولی این که اونهایی که اینو کمک میکنن در شهرهای بلوچستان غالبا باید لهجه بلوچی ایرانی داشته باشن، فارسی رو بلد باشن، با منطقه آشنایی داشته باشن، خیلی بعید به نظر میرسه که حتی اونایی که اینا رو کمک میکنن هم پاکستانی باشن. خب فکر کنید پس چرا؟ اگر که شما باور نمیکنید که این واقعی باشه. خیلی واضح است. جمهوری اسلامی متاسفانه، البته من این رو هم دقیقاً بگم، اکثر مردم بلوچستان با این نوع کشت و کشتارهای جیش العدل موافق نیستم. من خود من در اینجا در عرض 10-15 سال اخیر بارها گفتم که هم علما محکوم کردن هم بسیاری از مردم محکوم کردن، چون اصلا به ضرر مردم بلوچ است، وضع رو بدتر کرده، این یک واقعیته. اما از نظر تحلیلی جمهوری اسلامی یک عادت فرافکنی داره در همه زمینه‌ها، چه در مناسبات خودش با غرب، چه در مناسبات خودش با همسایگان. در نتیجه جمهوری اسلامی معتقده که اینا اصلا ایرانی، بین 80 میلیون ایرانی یه ایرانی هم پیدا نمیشه که بیاد به ما حمله کنه، اینا پاکستانی هستن، اینا کسایی هستن که توسط عربستان و امارات به اصطلاح اجیر شدن. و این فرافکنی که میخوان بگن که اصلا مشکل ما از پاکستان و عربستان و امارات هست و در این راستا افرادی رو که اصلا ممکنه ایرانی باشن، کما اینکه جیش العدل یا جند الله در گذشته خب اینا عملیات انتحاری زیادی انجام دادن، ایرانی بودن، مگه ایرانیا کار بد نمی کنن؟ چرا؟ از این نظر من فکر کنم علتش اینه که فرافکنی، علتش اینه که این مقوله رو میخوان
بگن که این مشکل یک مشکل ما در داخل استان سیستان و بلوچستان نیست، بلکه یک جنگ نیابتی است که توسط عربستان و امارات با همکاری پاکستان بر علیه ایران داره انجام میشه و این در راستای فرافکنی قدیمی جمهوری اسلامی هست. خانم امان، نظر شما چیه؟ آیا این فرافکنی یا ممکن هست که دستهایی در کار باشه و علاقه‌ای وجود داشته باشه برای ناامن کردن بخشی از ایران به کمک کشورهای همسایه؟ خب به هر حال وجود به اصطلاح نیروهای شبه نظامی در این سوی آن سوی مرز در به اصطلاح منطقه بلوچستان اصلا به خودی خودش چیز غیر عادی و عجیبی نیست. حالا اگر که مثلا این کسان به اصطلاح بلوچ بوده باشند، اینکه پاکستانی دونستن یا ایرانی دونستنشون واقعا تاثیر زیادی نداره. به هر حال اینها هر کی بوده اجیر شدن، یه مقدار به اصطلاح کمک منابع مالی داشتن و به این حرکت مثلا تروریستی دست دادن. اینکه فیصله داد جریان رو با نسبت دادنش به یک کشوری، فرض کنید یک کشور خارجی دیگه، هر کسی، یه مقدار ساده کردن قضیه است. من اتفاقا با آقای دوشوکی موافق هستم که به اصطلاح نسبت دادن این قضیه به یک کشور خارجی فقط داره صورت مسئله رو. خب بذارید از یه طرف دیگه سوال بپرسم. برای پاکستان چقدر اهمیت داره که روابطش با ایران رو خوب نگه داره؟ میدونیم که به هر حال پاکستان الان با افغانستان مسائلی داره، با هند هم مسائلی داره، یک همسایه دیگه‌اش هم ایران هست که الان این مسائل باشه جا شد. واقعا چقدر برای پاکستان اهمیت داره حفظ روابط خوب با ایران؟ خیلی خوب مهمن. ببینید اینا دوتا، ایران برای پاکستان یک کشوری هست که نه افغانستان و نه هند. بعد اگه یادتون باشه، حالا جریان به اصطلاح خط لوله سول، خط لوله گاز ایران به پاکستان بود که متاسفانه پروژه تقریبا نابود شد به واسطه مخالفت هایی که کشورهای دیگه کردن، اما واقعا میتونست جواب اصلی نیاز فزاینده پاکستان به انرژی بوده باشه. بعد پاکستان و هند روابط بسیار دیرینه و قدیمی دارن. حالا از 1955 فرض کنید پیمان بغداد بوده، بعد پیمان سنتو بوده و در حتی در سرکوب، اتفاقا در سرکوب شورش های مردم بلوچ هم دو کشور با هم همکاری کردن. نظرت پاکستان و ایران هست؟ بله بله، چه در زمان شاه و خب به هر حال بعد از اون هم یه مقداری این مشکلات بوده. ولی یادمون باشه، ببینید سیاست‌های امنیتی پاکستان بیشتر هند محور هست، کشمیر محور هست. در نتیجه منطقه بلوچستان یک به یک صورتی آنچنان در کنترل کاملا به اصطلاح تمام و کمال دولت پاکستان نیست که همه چیز رو فکر کنیم دولت پاکستان هدفمند پشت یک جریان فرض کنید تروریستی در ایران هست. صحیح. خانم روستایی، به نظر شما چقدر ایران در واکنش هایی که ظرف این چند روزه به سفر محمد بن سلمان به پاکستان دیدیم و همینطور حمله انتحاری که در سیستان و بلوچستان بود، چقدر عصبانی هست از نزدیک شدن عربستان و پاکستان؟ آیا واکنش های ایران واکنش های معمول ایران به این چنین سفرهایی هست یا بیشتر از واکنش های معمول هست؟ من فکر میکنم این یک واکنش رسمی و کاملا عادیه. وقتی شما وزیر خارجه هستید، وزارت خارجه دارید، یک حمله انتحاری با هزار تا اگر اما انجام میشه، بعد پرنس کشور رقیب شما به پاکستان یا به کشور همسایه شما سفر میکنه، خیلی طبیعیه و کاملا عادیه. من هم باشم اطلاعیه میدم، محکوم میکنم و این روال و رفتار عادی هست. مطابق برای اینکه بدونیم چه اتفاقی افتاده، یک کمی باید سیستم پاکستان رو دقیق تر بررسی کنیم. ببین عربستان با توجه به این جریان آقای جمال آشوری، خب توی این مدت به شدت زیر ذره‌بین بود و نقد و بررسی و آنالیز شده. اما در مورد پاکستان شما باید به یک نکته توجه داشته باشید که در واقع کشور پاکستان به لحاظ تاریخی یک جورهایی زائده جنگ سرد بود که بعد از حضور اتحاد شوروی در افغانستان، نقشی که پاکستان در نظم جهانی بازی کرد این بود که کمک های جهانی رو دریافت می‌کرد برای حمایت از مجاهدین علیه اتحاد شوروی، علیه اشغال افغانستان. این کمک ها از CIA میومد، از عربستان میومد، از امارات میومد، بعضن این کمک ها از ایران میومد. پاکستان برای حدود 30 سال، 35 سال تنها بازی که داشت بازی کردن، دریافت کردن کمک های بین الملل و این بود که کانال حمایت و هدایت مجاهدین افغانی در شمال پاکستان
به سمت افغانستان و علیه اتحاد روس ها. در واقع پاکستان طی 30-40 سال گذشته، طی 4 دهه گذشته بزرگترین نقشی که بازی کرده اینه، به غیر از این که توانست در رقابت با هند به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا کنه. مضاف هم بر این، کشور پاکستان توی ادبیات بین الملل به عنوان کشوری که بسیار عقب افتاده از گروه های نفوذ متعددی هست، یعنی به همون میزانی که دولت قدرت داره مثل ایران، ISI هم قدرت دارد، به همون میزانی که دولت قدرت دارد ارتش هم قدرت دارد، یعنی کشوری که 3 تا قطب قدرتمند با هم دیگه در حالت موازنه وحشت هستند. هر موقع که وضعیت اقتصادی کشور بهتر میشه یا فشار داخلی، فشار خارجی کنترل شده است، این نزد به هم میخوره، وگرنه شما در معادلات پاکستان این 3 تا عامل ISI، ارتش پاکستان و دولت پاکستان رو باید در نظر بگیرید. یک اقتشاشی در سیستم سیاسی و امنیتی پاکستان هست. بعید من با توجه به اینکه سالهای سال روی پاکستان کار میکردم، بعید به نظر میرسه خط خیلی صریح و مشخصی رو از سیاست‌های خارجی پاکستان بشه در آورد. پاکستانی‌ها کوتاه مدت برنامه ریزی می‌کنن، کوتاه مدت فکر می‌کنن و نمی‌توانن بلند فکر کنن، به دلیلی که امکانشو ندارن، ابزارشو ندارن. 200 میلیون جمعیت رو هدایت کردن بدون اقتصاد، بدون تولید، بدون روابط خارجی، بدون صلح و آرامش و تنشی که مرتباً از افغانستان سرازیر میشه به پاکستان، یه بخشایش مجموعه رو ایجاد میکنه که این مجموعه در امروز زندگی میکنه، برخلاف رقیبش هند که شما میبینید داره تبدیل یکی از بزرگترین قدرت های منطقه طی دهه های آینده میشه. این تفاوت پاکستان با همسایگانش رو شما باید توجه داشته و به این دلیله که همیشه یه جورهایی پاکستان آپانتیس عربستان سعودی بوده برای دریافت کمک. آیا که نظر شما همینه؟ فکر میکنید که این پاکستان به دلیل مشکلات خودش هست که هر چند وقت یه بار به یک سمتی میچرخه، یه موقع مثلا از یک کشوری کمک میگیره، یه موقع از کشور دیگری، اینطور هست؟ این پاکستان دولت ها میان و میرن، شما اینو در نظر داشته باشید. در عرض 40 سال گذشته تنها دولتی که بیشترین و نزدیکترین رابطه رو با عربستان داشت دولت نواز شریف بود. بله. نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان، رابطه نزدیکی با خانواده سلطنتی داره. دقیقاً هم خودش هم برادرش زندان هستن، ولی در قبل از اومدن آقای محمد بن سلمان هر دو، خب آقای خود نواز شریف در بیمارستان گذاشتن و برادرش رو هم جمعه آزاد کردن که حداقل این کسایی که عزیز بودن و نزدیک بودن به خانواده سلطنتی عربستان در روزی که ولیعهد عربستان اینا در زندان نباشن. این اما نکته مهم دیگر بقیده من در رابطه با به اصطلاح پاکستان اینه که پاکستان یک عنصر ثابت داره و اون ارتش هست. دولت ها میان، حتی بعضی از دولت به اصطلاح خود رؤسای دولت مثل بوتو توسط ارتش اعدام میشه، اکثر اونها توسط ارتش، کودتای ارتش از بین میرن. اون به همین دلیل پاکستان خب نمیتونه یک سیاست درازمدتی داشته باشه الا در مورد هندوستان و کشمیر که این سیاست کاملا چون دست در دست ارتش هست بوده. خب همینجا بذارید نظرتون بپرسم، آیا شما در این سالهایی که سیاست پاکستان رو دنبال کردید تغییر سیاستی در قبال ایران میبینید؟ مثلا فکر میکنید در این سالهای اخیر چرخیده از سوی ایران به سمت مثلا کشورهای رقیب ایران در منطقه یا نه؟ نخیر، اجازه من اینو بگم به عنوان 4 عامل مهم. اولین عامل در عرض 40 سال گذشته این بود که ایران یک به اصطلاح حکومتی بود که غرب ستیز بود. در عرض این سالها پاکستان بیشتر پولشو از امریکا، از غرب دریافت میکرد و نمیتونست همسو با ایران بشه. نکته دوم اینه که ایران این مسئله به اصطلاح قطب شیعه رو در مقابل قطب سنی علم کرد در جهان اسلام و پاکستان هم طبیعتاً نمیتونست بخشی از ایران باشه و خود به خود، یعنی ناخودآگاه، بخشی از اون قطب جهان سنی بود بر علیه شیعه. نکته سوم مسئله عربستان هست که خب پاکستان این روابط رو به عربستان داره و ایران این تنش رو به عربستان و کشورهای عربی داره. این فاکتور سوم هست. فاکتور چهارم که در عرض سالهای اخیر به وجود اومده مسئله رقابت بین چابهار و گوادر هست و بخصوص نقش هندوستان در چابهار. الان پاکستان میبینه که ایران رفته همسو شده با افغانستان و هند. یعنی این 4 تا محور رو نگاه کنیم از نظر تاریخی، اینا گسلهای عمده ای هستن که پاکستان رو نمیذاره به سوی ایران بیاد. در ظاهر بله، در ظاهر این تشریفات و این تعارفات وجود داره، ولی به صورت باطنی تا این گسلهای بین ایران و غرب، بین ایران و جهان سنی و بین ایران و جهان عرب حل نشه، پاکستان کماکان
در اون قطب خواهد. صحیح اشاره کردی به بندر گوادر، قرار هست که عربستان سرمایه گذاری گسترده‌ای هم اونجا داشته باشه خانم امان، ولی از طرف دیگه همین چند وقت پیش شروع جنگ یمن در ائتلافی که عربستان می‌خواست شکل بده نیازمند بود به اینکه پاکستان وارد بشه، ارتش پاکستان وارد بشه، این اتفاق نیفتاد. چقدر واقعا عربستان میتونه روی پاکستان به عنوان یک شریک حساب بکنه با توجه به در واقع همین زمینه هایی که گفتند، اینکه پاکستان خیلی کوتاه مدت ممکن هست بتونه تصمیماتی بگیره در مورد سیاستش؟ اتفاقا من اومدم هر سوالی بکنید برگردم به نکته آقای دوشوکی و مهمان دیگه خانم روستایی. ببینید نواز شریف وقتی که قبل از آخرین باری که به نخست وزیر پاکستان بشه سالها در عربستان زندگی کرده بود و واقعا یکی از نزدیکترین مقام های تاریخ پاکستان به عربستان محسوب می شد. همین آقای نواز شریف وقتی که موضوع شرکت پاکستان در جنگ یمن شد، با اینکه بر اساس قانون اساسی پاکستان اختیار این رو داشت که اعزام کنه نیروهای پاکستانی رو و بذاره در اون جنگ مشارکت بکنن، لایحه رو فرستاد به پارلمانشون چون میدونست اونجا رد خواهد شد و در اونجا اتفاقا این موضوع با اکثریت نمایندگان پارلمان رد شد. یعنی پاکستان به طور نشد یکی از اعضای شرکت کننده در جنگ یمن. حالا مسئله جنرال شریف بماند که برخواهیم گشت و اتفاقا در اون زمان با شدیدترین برخوردهای عربستان و امارات مخصوصا واقعا وارد یک جنگ لفظی تمام عیار شدن با پاکستان سر اینکه چطور پاکستان شرکت نکرده در اونجا. میخوام بگم که در تمام، یعنی همه دولت‌های گذشته پاکستان سعی کردن روابط خیلی خوبی با عربستان داشته باشن به واسطه همون نیاز اقتصادی که دوستان دیگر هم اشاره کردن، اما در زمینه‌های دیگر چون سیاست خارجی پاکستان بر اساس محورش دشمنی با هند هست، اینجوری نبوده که به اصطلاح به عامل اون کشورها هم تبدیل بشن و اتفاقا چون هند هم با عربستان سعودی بر روابط گسترده داره، در نتیجه تمام این بازیکنان منطقه یاد گرفتن که بین دو تا دشمن با هم بتونن توازن برقرار کنن. ظاهرا فقط جمهوری اسلامی مقدار مشکل داره با اینکه بتونه دو تا رابطه با دو تا کشور مختلف داشته باشه که به اصطلاح با یک کشور یه رابطه داشته باشه که با دشمن جمهوری اسلامی مثلا روابط گسترده داره. این جزء مسائل مشکلات اساسی ایران هست. خانم روستایی، به نظر شما آیا این صحبتایی که از مقام های ایران میشنویم این روزها یک در واقع واکنش برهه‌ای هست به همون دلیل که شما اشاره کردید از ورشو و از مثلا مونیخ ناراحت هستند، عصبی به نظر میرسند، یا اینکه نه این رو باید بخشی از یک سیاست دنباله‌دار ایران در قبال پاکستان و عربستان دید؟ اتفاقا سیاست خارجی ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، در حال حاضر در تمام دولت‌هایی که اومدن و رفتن بعد از انقلاب، دولت ایران همیشه نسبت به پاکستان حساسیت خاص داشته، با احتیاط رفتار می‌کرده، به غیر از دفتر رهبر ایران که به شدت همیشه طرفدار سیستم جمهوری اسلامی پاکستان بودن و همیشه ملاحظه خاص پاکستان رو داشتن بدون لحاظ منافع ملی ایران. اما وزارت خارجه رسمی ایران همیشه بسیار نزدیک به هند بوده، بسیار نزدیک با پالیسی و پوزیشن های هند بوده، به خصوص با توجه به اینکه محور ایران، هند و افغانستان و دولت رسمی افغانستان همیشه اینها یک محور واحد رو تشکیل میدادن و پاکستان و عربستان دقیقا در روبرو مقابل و علیه محور ایران، هند و افغانستان بودن. یعنی اگر شما تاریخ تحولات افغانستان و با درگیری‌های سیاسی و دیپلماتیک تو افغانستان رو ملاحظه کنید، نزدیکی ایران و هند رو به علاوه افغانستان رو همیشه شاهدش بودید و این موضوعیه که تقریبا ثابته و به نظر میرسه تغییری پیدا نکنه. اما یک نکته رو هم باید بهش توجه داشت، در این بازی عربستان سعودی، همونطور که همکاران دیگر گفتن، عربستان سعودی هم نقش قابل توجه و هم
نفوذ قابل توجهی در پاکستان داشته و در واقع بخش هایی از جریان اسلامگرایی بسیار قدرتمند در پاکستان رو حمایت میکنن. ببینید در پاکستان یک موضوع بسیار مهمی حضور داره، وجود داره و شما این رو نمیتوانید نادیده بگیرید. به غیر از دولت، ارتش و ISI یک پدیده بسیار قدرتمند و توانمندی به نام جریان اسلامگرایی در پاکستان وجود داره که دولت در بخش‌های توان کنترلش رو نداره. یعنی اگر این انفجاری که در کشمیر انجام شده شما مورد ارزیابی قرار بده، شما نمیتونید صریح بگید که دولت پشتش بوده، به دلیل اینکه اهرم‌های بسیار قدرتمند اسلامگرایی در پاکستان وجود داره که دولت هیچ ارتباطی با اونها نداره. بدون توجه به بازی اسلامگراهایی که بسیار افراطی هستن و دور با دولت هم نیستن، شاید مطالعه معادلات پاکستان کمی دشوار باشه. آقای دوشوکی، به عنوان آخرین سوال، ایران معتقد هست که امارات و عربستان در خاکش دارن شیطنت میکنن، این چیزی هست که دائم میشنویم. در منطقه بلوچستان، سیستان و بلوچستان چقدر این دو کشور واقعا نقش ایفا میکنن در این روزها؟ اگه کوتاه بگید ممنون. خود مقامات جمهوری اسلامی معتقدن بیشتر نقشی که ایفا میکنن در اونجا از طریق بعضی از تلویزیون‌های تکفیری هست که اصولا توجیه میکنن این گونه عملیات خشونتبار تروریستی رو. این یک. و دوم، بخش زیادی از بلوچ‌ها در کشورهای عربی هم زندگی می‌کنند. اما نکته اساسی را که باید در نظر داشته باشیم اینه که به عنوان مثال 15 سال پیش که رابطه عربستان و ایران به این بدی نبود، که خیلی خوب بود، نسبتاً خوب بود حداقل، ولی این موضوع جندالله، موضوعی که به اسلام و مشکلی که در بلوچستان وجود داره، تروریست، از 15 سال پیش بوده. قبل از اونم حتی، یعنی قبل از عبدالمالک ریگی هم مولا بخش درخشان یک گروه دیگری به نام لشکر رسول الله بوده. این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که این چیز جدیدی نیست که عربستان تازه وارد این شده، شاید هم وارد شده، ولی بحث مهمتر اینه که اصولا پاکستان به عنوان یک کشور، حالا از طریق نهادهای مختلف مذهبی یا ارتش، پاکستان از تروریسم به عنوان یک ابزار سیاست خارجی استفاده کرده بر علیه همسایه‌هاش، چه در مورد هندوستان، چه در مورد افغانستان، چه در مورد ایران. این یه فکتی است که ایران نمیخواد اینو بپذیره. این یک واقعیتی است که باید هر سه کشور، پاکستان، ایران و افغانستان و هندوستان، کنار هم بیان و ببینن که چگونه میخوان با این مقابله بکنن. آقای دوشوکی، خانم امان، خانم روستایی، ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این برنامه صفحه 2 همراه بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روزتون خوش. We'll be right back.